امسال رشته‌های تعهدی خیلی پیچیده شدن، چون با بورس‌ها هم داره قاطی میشه، اونا هم یک سری تعهدات هم دارن. مثلا ما تعهد الان کشوری داریم، استانی داریم، تعهد نیروی انتظامی داریم، زندان داریم، پزشکی قانونی داریم، فراجا داریم، همه اینا رو داریم و میخوام خیلی رک بدونم کدومو بری، هر کدوم اینا چجوریان و کدومو بری. پس این ویدیو رو تا آخر ببین و از دستش نده. سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. من حسین چگنی هستم و اینجا کولمده. قبل از اینکه شروع بکنم بگم که دیسکریپشن حتما بخونید، لینک انتخاب رشته ما اونجا هست، براتون کامل کارتون انجام میدیم. یکی از پرخدماتترین و ارزانترین تیم های ایران هستیم و کلا ساپورت میکنه، خود من هم کارتون رو میام انجام میدم، پس اصلا نمیخواد نگران باشید. ما حالا اینستاگرام و جاهای مختلف هم هستیم، میتونیم اونجا هم در خدمتتون باشیم. توی دیسکریپشن نگاه بکنید، هم تلگرام هم اینستاگرام لینک همه رو خدمتتون گذاشتیم. لینک پاسخگوی تلگرام هست، هر سوالی هم داشتید توی کامنت ها در خدمت هستیم. بگذاریم درباره تعهد، من یه ویدیو ساخته بودم درباره تعهد، در واقع دانشگاه صحبت کرده بودم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و الان میخوام این ویدیو رو بسازم براتون که کلا این تعهدها چجوریه. سعی میکنم کوتاه بکنم این ویدیو رو، چون من عادت ندارم حرف اضافه زیاد بزنم، مثلا یه تبلیغ بکنم. ببینید، ما خب دو مدل تعهدی داریم. مورد اول میشه تعهدی هایی که بومی استان هستن، یعنی شما اگر ساکن قزوینی، فقط اونایی که استان قزوین هستن میتونن اون انتخاب بکنن، که تهران نمیتونه اصلا انتخاب بکنه، من اینکه خالی بمونه که هیچ وقت خالی نمیمونه. یه مورد دیگه کشوریه که من یه قسمتش علاوه بر خود اون استان برای سایر کشور میذارن، یعنی اون تهرانی میتونه قزوینو بزنه، اونی که قزوینه هم میتونه بزنه. این کشوریو نوشته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و این همون افزایش ظرفیت پزشکیه که ظرفیت خیلی زیادی داره و اینه که رتبه پزشکی تعهدی رو انقدر آورده تا ترازهای پایین و رتبه‌های بالا. و این دو مدل کلیه، خب اینا هیچ فرقی بچه‌ها با هم ندارن، ولی شما هر جا بری باید زیر نظر همونجا باشی. یعنی وقتی میری از تهران قزوین، دیگه محل تعهدت قزوینه، فکر کن از تهران رفتی قزوین، حالا تخصصتم اهواز خوندی، بازم قزوین باید برگردی ادامه تعهد بری. حالا اینکه کامل تعهد چه جوریه رو تو ویدیو تعهد گفتم، بیاید ببینید. تکرار مکررات، ما چند مدل تعهد داریم. یکی تعهد به خود دانشگاه است، یکی تعهد به نیروی انتظامیه، یکی تعهد به ارتشه، یکی تعهد به پزشکی قانونیه، یکی هم تعهد به زندانه. خب هی هر سال چیزای اضافه میارن، بعضیش هست میشه اضافه میشه. اینجوری به دانشگاه میاد، به شما میگه هر جا که دانشگاه دستور بده باید بری، یعنی مناطق تحت پوش دانشگاه. هیچ کدوم بچه معلوم نیست کجا قرار دستور بده، ولی گفتن توی استان میگیم، توی همون مناطق میگیم، اگه اون مناطق پر بشه ممکنه بری جای دیگه، یعنی این هم امکان پذیر هست. ولی بچه ها کلا پزشکی اینقدر ظرفیت ها قبلا کم بود، الان یه اضافه شده، این اضافه ظرفیت هم بخوان فوق تحصیلشن چند سال طول میکشه، تا 20 سال آینده ما نیرو میخوایم و کم بود نیرو داریم، پس اصلا نمیخواد نگران باشید و همون جا میافتید. اینجوری نیست بگی حالا شاید یه جا دیگه بفرستن، ولی امکان این هم فراهم شده توی اون تعهد نامه‌ای که میبرید محضر. یه مسئله هست اینه که بچه اون چیزی که میبرید محضر مهمه، نه اون چیزی که تو دفترچه و جای دیگه و سایت‌ها نوشته. این خیلی مسئله استراتژیکه، اون چیزی که امضا می‌کنی مهمه. خب این تعهد دانشگاه. یه تعهد داریم میشه تعهد نیروی انتظامی و تعهد به ارتش. ببینید این دو مدل تعهد رو من تو یه ویدیو جداگانه کامل براتون میخوام صحبت بکنم، که این ویدیو قراره بعد از این آپلود بشه، یعنی فردا، یعنی هر زمان این ویدیو آپلود بشه انشاءالله اگر عمری باقی باشه، فرداش ما میخوایم تمام بورس های سپاه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح و دیگه فراجا و نیروی انتظامی، ارتش و ارتش تو دانشگاه، ارتش، ارتش تو بقیه جاها، بقیه جاها تو ارتش، همه اینا رو میخوایم براتون توضیح بدیم. پس منتظر بمونید، یا اگه این ویدیو دو سه روز ازش گذشته شما برید ویدیویی که من فرداش منتشر کردم، ویدیو بعدی رو ببینید، اون بورسا و ارتش کامل توضیح داده شده. اینها یه سری شرایط کلی دارن، علاوه بر حالا اعتقاد به التزام به جمهوری اسلامی و اسلام و مسائلی از این دست و انقلاب بودن. نمره چششون باید 8 از 10 باشه، این مسابقه داره بچه‌ها، چه نوشته باشه مسابقه داره چه نداره، کلا برای استخدام همینجوری استخدام نمی‌کنه یه جامعه نیروی انتظامی یا ارتش. نمره چشم، من دارم ارتش رو میگم ها، الان ارتش دقت بفهمید، کشوری هایی که مال ارتشن، تعهد کشوری ارتش، میان برای شما سن 16 سال تا 23 سال مشخص میکنن، که حالا یه سری شرایط داره میشه به این اضافه کرد، ولی اگه مثلا 27 سالت دیگه نمیتونی اینو بری دیگه، مگر یه شرایط، اونم اینه که شما مثلا پدرت ایثارگری باشه که از کار افتاده. به هر حال سوء سابقه و همینا رو چک میکنن، مسابقه عقیدتی داره. یه نکته فقط هست، حالا من ترازم بگم، تراز رشته پزشکی توی این دانشگاه 7800 به بالای، یعنی شما با تراز 7900 هم میتونی اینو انتخاب بکنی، ولی یه نکته وجود داره اینه که برای ادامه تحصیلت توی مقطع تخصص میان میگن هر جا ما نیاز داشتیم باید بری. این خیلی مهمه،
این خیلی مهم. گفته شرط ادامه تحصیل در ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت ضوابط و مقررات آموزشی بهداشت و درمان آموزش پزشکی تابع مقررات ارتش جمهوری اسلامی نیز هست. پس شرایط ادامه تحصیلت ممکنه یه جورایی سوسو بشه این وسط. و یه نکته وجود داره، زمانی که شما تعهد ارتش هستی امکانش خیلی زیاده بفرستنت کلا یه استان دیگه، چون که میان رتبه‌بندیت میکنن، ارتش معمولا گفتن ارتش اون منطقه، ولی ممکنه بدنت ارتش یه منطقه دیگه، پس خیلی احتمالش بالاست بالای 50% یه استان دیگه کلا بیفتی که نمیدونی کجاست، هر استانی ممکنه باشی. خب امکان ادامه تحصیل با توجه به نیاز سازمان با هماهنگی نیروی مربوطه وجود دارد و این خیلی بده. خب بعد میریم سراغ قسمت بعدی که میشه نیروی انتظامی. ببینید نیروی انتظامی یکم شرطش سخت‌تره، مثلا قد باید 170 باشه، این هم بورسشه در واقع، هم خود تعهدشه. قد باید 170 باشه، سن شما 18 سال تمام باید باشه. حالا اگه سربازی رفته باشی یا بسیج فعال و پلیس افتخاری باشی میتونی سنو بپیچونی. اگر اولویت با پرسنل خود نیروی انتظامیه، فراجا که نمیشه نیروی انتظامی، اولویت با خود نیروی انتظامیه، اولویت با حافظان قرآن، بسیجیان فعال، نخبگان و بحثای از این دست. حداقل معدل کل دیپلم، نه نهایی، بعد 17 باشه اینجا، اونور 16ه، اینور 17ه، بعد 17 باشه، نمره تراز حداقل 8800، اونور چند بود؟ اونور 7800 بود برای پزشکی و اینها، ولی برای پرستاری پیراپزشکی 6800 به بالا باید باشه. خب اینم از این شرایط. اینجا هم سختگیری‌های خیلی زیادی دارن و میان ازت مصاحبه میگیرن. ببین من توی دفترچه نکته مبنی بر این که جلوتو بگیرن و نذارن ادامه تحصیل بدی پیدا نکردم، یعنی همین الانم یه دور دیگه دارم نگاه کنم پیدا نکردم. اینو باید برید تو سایت خود نیروی انتظامی چک بکنید و مطمئن بشید، ولی تا جایی که من میدونم نه، موردی نداره. نیروی انتظامی گیر نمیده، ارتش گیر میده. نیروی انتظامی سختگیرتر هم است، ولی توی هر دو نقل و انتقال اینا ممنوعه. یعنی شما بیای تعهدی ارتش نیروی انتظامی بخونی نمیتونی مثلا انتقالی بگیری و بخوای مثلا جابجا بکنی، کاری از این دست. خب تعهد بعدی میشه تعهد پزشکی قانونی و تعهد زندان، که از اسمش مشخصه در پزشکی قانونی اون منطقه باید کار بکنی، اون یکی هم در زندان‌های اون منطقه باید کار کنی. زندان‌ها مختلف نیستن، خانم قرار نیست بره تو زندان آقایون، خانم میره تو زندان خانم‌ها، آقا میره توی زندان آقایون. خیلی میگن واقعا کار در زندانه، واقعا کار در پزشکی قانونی؟ بله. حالا یه سال پیش میاد اگر اینا بیان به شما بگن که ما به شما نیاز نداریم باید چی کار بکنیم، ببینید امکانش زیر 0.1% که به شما بگن ما به شما نیاز نداریم، خیلی امکانش کمه توی رشته پزشکی حداقل در 20 سال آینده. ولی اگه بگن هم خود دانشگاه وزارت هر جا بخواد شما رو میتونه بفرسته، اینجوری نیست که بگه اوکی تعهد تو مثلا بی خیال میشیم. درآمد بچه‌ها یکسانه، هیچ فرقی ندارن اینا به لحاظ درآمدی. نهایتا شاید شما در ارتش نیروی انتظامی باشی یه سری مزایایی در کنارش داشته باشی، مزایایی که همه کسایی که عضو ارتش و عضو نیروی انتظامی هستن دارن. حالا ما میگم بورسیه دفاع و نیروی مسلح و بقیت الله که میشه سپاه و همه اینا هم داریم، که اینا رو در ویدیوی بعدی من میخوام خدمت توضیح بدم. این ویدیو رو ساختم تا اینو بگم آقا کدومو بریم. بچه‌ها دقت بفرمایید، شما زمانی که تعهد میدین، تعهد به وزارت دارید میدید عملا، خب یعنی به تعهد به وزارت میدی که من هر جا این دانشگاه گفت میگم چشم. حالا اگر نیروی انتظامی باشه، هر جا که این نیروی انتظامی گفت میگم چشم. یه بندی هست که میاد میگه آقا اگر شما اخراج بشی به هر دلیل اینها، باید دو برابر هزینه تحصیل، 2 الی 3 برابر، حالا هر جا متفاوته، معمولا دو برابره، دو برابر هزینه تحصیل باید پرداخت بکنی و پرتت میکنیم بیرون و مدرکت هم نمیدیم، به هر دلیل بخوای انصراف بدی یا اخراج بشی. این خیلی نکته مهمیه، چون ببینید یه جا مثلا ارتش، یه جا مثلا نیروی انتظامی خیلی قوانین سفت و سختی داره و ممکنه شما کوچکترین تخطی بکنید شما رو اخراج بکنن سر مسائل عقیدتی یا هر مسئله دیگه. پس من پیشنهاد میکنم حالا اگر خیلی به لحاظ شخصیتی به قول معروف نمیخورید به نظام، نرید سمت ارگانهای نظامی که امکان مثلا اخراج اینا بیشتر جو سودی که نداره، حداقل ضرری نداشته باشه. پس به نظر من میگم من باشم ارتش و اینها رو نمیذارم. ببینید یک سری مزایا این وسط داره ها، مثلا میان اسکان رایگان و بحثای اینجوری خیلی کمک ها به شما میکنن، ولی من باشم اینا رو نمیذارم. ولی خب این نظر شخصی منه، نظر شما محترمه، ما برای انتخاب رشته نظر دانش آموزان رو ملاک قرار میدیم. حالا میمونه زندان و پزشکی قانونی و خود دانشگاه. بچه ها الان کسایی که دانشگاه بودن فارغ التحصیل شدن، ولی زندان و پزشکی قانونی هنوز فارغ التحصیل نشدن. هیچکی نمیدونه چه اتفاقی قرار برای اینا بیفته، چون 7 سال بعد از اولین ورودیشون اینا فارغ التحصیل میشن. ولی چیزی که ما داریم میبینیم برای اینا که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن و صحبتی که من باشون داشتم
وضعیتشون خوبه، وضعیتشون بد نیست، یعنی حق انتخاب دارن کجا روستا برن، اورژانس برن، جزء کادر بشن، دقیقاً کجا برن و اینها حق انتخاب دارن، فقط باید به لوکیشن احترام بذارن و در اون منطقه کار بکنن. اجازه مطب و همه چیزا هم بهشون داده میشه از الان. پس من پیشنهاد میکنم به جای اینکه خودتون درگیر چند ارگان بکنید که هر کدوم با چوب بالا سرتون وایسادن، خودتون رو درگیر همون یک ارگان به نام دانشگاه وزارت بکنید و تعهد دانشگاه رو در اولویت اول بذارید. اول از همه اولویت رو میذارم دانشگاه، بعد میذارم پزشکی قانونی، بعد میذارم زندان، بعد میذارم نیروی انتظامی و ارتش. من باشم این کارو میکنم. خب تصمیمش با شما، شما کدومو بیشتر دوست داری، کدومو میخوای انتخاب بکنی؟ هر سوالی که داشتید من زیر در خدمت شما هستم. فقط دقت بفهمید، دوباره میگم ویدیوی مربوط به بورس، بورس ارتش رو فرق میکنه بورس ارتش با تعهد ارتش. من دارم تعهد 1.5 برابر ارتش رو میگم و نه بورس ارتش. بورس و دیگه بحث این شکلی وزارت دفاع و بورس صنعت و بورس دانش و اینا رو من همه در ویدیو بعدی میگم. بپر برو ویدیو بعدیمون رو ببین و هر سالی هم داشتی اونجا در خدمت هستم. دیسکریپشن هم ممنون میشم مطالعه بفرمایید. هر سالی هم داشتی در خدمتم. فالو یا همون سابسکرایب فراموش نشه.